بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با فریده نگزاد، مسئول مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان. خانم نگزاد سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. تشکر، سلام خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیون طلوع و طلوع نیوز. ممنون. خانم نگزاد، 4 سال از رویدادی که بر کارمندان موبی گروپ رخ داد تا کنون میگذره، ولی هنوز هم نگرانی ها وجود داره. شما از آن زمان تا کنون تا چه حد فکر میکنین که برای مسئولیت خبرنگاران کار صورت گرفته؟ تشکر. ما جا داره که عرض تسلیت بگویم برای تمام دست‌اندرکاران تلویزیون طلوع طلوع نیوز و تمام همکاران موبی گروپ و همچنان برای اعضای خانواده هایشان به خاطر درگذشت شهادت خواهرها و برادرای ما. دقیقاً او چهارشنبه سیاه یک روز واقعا سیاد در تاریخ ثبت شد، اما متاسفانه ما نتانستیم که امو عاملین قتل ها را دستگیر بکنیم، چون خودشان عاملین کسایی هستند که عملا درگیر جنگ با نیروهای امنیتی هستند، شبکه های تروریستی که متاسفانه بعد از او هم چندین عملات دیگر را انجام دادند. بحث مسئولیت خبرنگارا که امروز یکی از پرچالش‌ترین بحث است در تمام جا، بخصوص در نهادهای رسانه‌ای و جامعه خبرنگاری، این متاسفانه یک دید است که کلی است و متاسفانه قسمی که باید لازم باشه برای مسئولیت خبرنگارا تدابیر پیشگیرانه انجام بگیره نگرفته. اما یک بحث دیگه است که اگر نسبت به او 4 سال قبل ببینیم، کارهای صورت گرفت بخصوص با تاکید و پافشاری اعضای فدراسیون در و ایجاد کمیته مشترک، که امروز ما یک جلسه فوق‌العاده بود که بسا مسائل و تحت نام امی جلسه هم به عنوان مسئولیت خبرنگاران طرح‌ها و نظریات ارائه شد. و خوشبختانه که باید بگوییم که سال 2019 نسبت به سال 2018 کاهش نسبتا خوب داشت، نسبت به اینکه ما سال 2018 را سال پرخونین یا خونین ترین سال برای خبرنگارا گفته بودیم و هنوز هم این نگرانی وجود داره. ما و شما امسال هم شاهد بودیم که بیشتر از خبرنگارای ما مورد تهدید قرار گرفتن، در بسا ولایتی که زخمی شدن و جانهای خود از دست دادن. این هنوز هم چیزی هست که قابل نگرانی است، اما در هماهنگی و همکاری کمیته مشترک و مشترک حکومت و رسانه ها و همچنان فدراسیون ژورنالیستان امروز هم تاکید بر این صورت گرفت که به خاطر مسئولیت بیشتر خبرنگارا روی طرح و بسلا امو مقرری خود مسئولیت خبرنگاران که کار صورت گرفته دادخواهی صورت بگیره تا جامعه عمل بپوشه و به خاطر مسئولیت و امنیت خبرنگارا بیشتر کمک بکنن. خانم نگزاد، با توجه به تهدیدهایی که وجود داره و با توجه به خصوصا تهدیدها در برابر خبرنگاران زن در افغانستان، فکر میکنین که آیا کارهای بنیادی در این زمینه تا کنون صورت گرفته تا خبرنگاران در کل و خبرنگاران زن مخصوصا خودشان را امن حس بکنن؟ دقیقاً یک بحث کلانی که است، بحث امنیت و مسئولیت خبرنگاران زن است که در افغانستان شما میبینین که حتی خبرنگاران مرد و کمرمین ها مسئول نیستن، چه رسه به یک جامعه سنتی بستی که مثل افغانستان. خواهرها به عنوان خبرنگار کار میکنن، مشکلات امنیتی و عدم مسئولیتشان یک جا، و اما مشکلات اجتماعی که شما میبینین در یک ماه اخیر خودسری ها وجود داره، از مایک ها، از بسلا خطبه های مساجد علیه زن و زن ستیزی صحبت میشه و بخصوص حرکات و اقدامات غیرقانونی که صورت میگیره و ممانعت ها به خاطر ورود خبرنگاران که یک امر عمومی و طبیعی است که همه یکسان نظر به قانون دسترسی و اطلاعات و نظر به قانون رسانه های یگانه، حق شرکت در کنفرانس های خبری و نهادها و موضوعات خبری رو دارن.
که متاسفانه برخوردهای تبعیض‌آمیز و برخوردهای ضد زن اینجا هنوز هم مشکلات به وجود آمده و وجود داره و این در اینجا خلاصه نمیشه. باید ما امروز از حکومت و از خصوصا از جناب معاون صاحب خواستیم و از نهادهای کشفی، عدلی، قضایی و نیروهای امنیتی به خصوص شورای امنیت ملی که جلو همچو خودسری ها، جلو همچو ساختارهای خودسر که به عنوان یک نهاد یا به عنوان یک ارگان از او سوء استفاده میکنن و علیه زن و زن ستیزی و از انار مورد تهدید و تحقیر و حتی تحت فشار قرار میتن، این بسته شود و خلاف قانون است. باید اگر قانون، حاکمیت قانون در هر جا وجود داره و اجرا میشه، چرا باید ناقضین برخورد قانونی صورت نمیگیره تا جلو از اعمال و حرکت و اقدامات به صورت جدی گرفته شود؟ در رابطه به حق دسترسی به اطلاعات خبرنگاران و حق دسترسیشان به اطلاعات، همچنان در رابطه به حقوقشان و موارد دیگر قوانین وجود داره، فکر میکنین تا چه حد تطبیق شده؟ اگر بگویم خوشبختانه در افغانستان ما واقعا بعض اوقات میگیم قوانین داریم که طلایی هستن، چه از بود آزادی بیان اگه فکر میکنی و همه، متاسفانه تطبیق قوانین مشکل داره. تطبیق یکسان نیست، تطبیق اجرایی به شکلی که باید اجرا شود صورت بگیره نمیگیره. امی است که کسایی که حتی خودشان در تدوین و ترتیب قوانین دخیل هستن، خودشان ناقضین قوانین هستن و اینا مشکل ایجاد میکنن که متاسفانه ما بار بار از همین تریبیون تلونیوز هم ما به خطاب به حکومت، نهادهای عدلی قضایی و نهادهایی که به اصطلاح قانون ساز هستن، ما بار بار گفتیم که یگانه راه حل که میتونه خشونت ها را کاهش بده و به اصطلاح فضا را برای امو اطلاع رسانی باز بسازه و آزادی بیان تحت تاثیر قرار نده، رسانه ها را تحت خطر و تهدید قرار ندن، امو است که باید قوانین باید یکسان اجرا شوه و تطبیق شوه، که متاسفانه این یک نقص کلان است و یک مشکل کلان است که ما امو قوانین ساخته شده، طرز عمل ساخته شده. امیل از شما اگر ببینین مثلا مقرری طرز تاسیس فعالیت رسانه ها، در اونجا تمام حقوق خبرنگارا حفظ است، بعضی از رسانه ها تا به حقوق خبرنگاران هم میپردازن، اونجا پالیسی های مثلا ایمنی یا مسئولیتی است، اون رو در نظر نمیگیرن. نهادهای امنیتی مثلا اگر به مقرره هایی که در همکاری به کمیته مشترک و فدراسیون ساخته شده اگر اون رو رعایت بکنن، هیچگاه برخورد غیر مسلکی با خبرنگارا صورت نمیگیره. این به این معناست که یک هنوز هم نیاز است تا به خاطر تطبیق قوانین کار صورت بگیره و دادخواهی صورت بگیره تا بتانیم حداقل از مجرای قانونی حمایت و مسئولیت حفاظت خبرنگاران ما بیشتر تامین کرده بتانیم. از زمانی که رسانه های مختلف در افغانستان ایجاد شد و خبرنگاران کار را آغاز کردند تا کنون، چه قربانی هایی را متقبل شدند و این دستاورد های فعلی با چه مشکلات به همراه بوده؟ دقیقاً قسمی که شما یکی از رسانه هایی هستین که به شکل جمعی چند تن از همکاران خود در بخش های مختلف کار میکردن قربانی شدن، مثل از این شما شاهد بودیم که حادثه ششدرک هنوز ما فراموش نکردیم که متاسفانه عاملین از او هم شناسایی شد، هم دستگیر شدن، متاسفانه در بدیل دو استاد امریکایی حتی گفته میشه که بسیار منابع نزدیک گفتن که کسی که در همو عملت تراحش بود و دست داشت دخیل بود او رها شد. به این معناست که متاسفانه هنوز هم مشکلات وجود داره، چالش ها وجود داره و همین قسم قربانی هایی که خبرنگاران برای اندازه جانشان، حیاتشان ای آزادی و ای دستاورده به دست آوردن و متاسفانه این هنوز هم ادامه داره. و یک چیزی که ما باید از این تریبیون باید بگویم که خبرنگار افغانستان در هر حالتش اینا متحد بودن به جهت اطلاع رسانی و امو مسلک خود فرض خود دانسته، حتی امو خطر متوجهشان بوده، با امو شکل برسانه خود صادق بودن، وفادار بودن، کار کردن و امروز هم امو ثمره امو قربانی های امو خبرنگاران و ژورنالیستان و دسترکاران رسانه هاست که امروز ما حداقل آزادی بیان میبینیم که نسبت به کشورهای منطقه افغانستان بازم در رده بالا قرار داره و خوشبختانه اینجا حداقل یک به عنوان یک ارزش مردمی و یک دستاورد کلان محسوب میشه. در آینده چه فکر میکنین که
آزادی بیان، حضور خبرنگاران، مخصوصا خبرنگاران زن چگونه خواهد بود؟ پس از یک روند گفتگوی صلح که هنوز رو ابهام وجود دارد. دقیقاً بسیار مهم موضوع رو مطرح ساختین. یگانه نگرانی که وجود داره بحث مذاکرات صلح است. در این شک نیست که از هر نوع اقدامی که به طرف صلح و آرامش بره ما استقبال میکنیم و متاسفانه امو ابهاماتی که در این روند و در گفتگوها وجود داره و نادیده گرفتن و به حاشیه قرار دادن جامعه خبرنگاری، خصوصا خبرنگاران و در کل اگر بگوییم خبرنگاران چه خبرنگاران زن و مرد، این خودش یک نگرانی رو داره، به خاطر از اینکه خدای نخواسته اگر حکومت افغانستان با یک تعداد چیزهایی که ما به عنوان کسایی که دخیل هستیم، به عنوان یک شهروند افغانستان که ما باید بفهمیم که در مذاکرات روی چیز گفتگو صورت میگیره، با کدام شرایط صورت میگیره، ما از گفتگوهای صلح که خود در اونجا ببینیم حمایت میکنیم، ما از گفتگوهایی که آتش بس دائمی در اونجا یکی از پیش شرط ها باشه حمایت میکنیم، ما از نظامی که فعلا در او خودم میبینیم آزادی بیان میبینیم، حداقل با این چالش هاش ما هم تو یک نظام را میخوایم که در آینده نه هراس ازی باشه که خبرنگار یا خبرنگار زن یا آزادی بیان خدای نخواسته قربانی و یا معامله صورت بگیره در بدیل صلحی که فردا او صلح نه پایدار باشه و نه متونه که امنیت برای تمام مردم افغانستان در بر داشته باشن. بر از این که قربانی های خبرنگاران و جامعه خبرنگاری افغانستان نادیده گرفته نشه و همچنان این دستاوردها حفظ شوه، چه باید شوه؟ خیلی کوتاه. دقیقاً قدم نخست قسم ما قبلا گفتم که تطبیق قوانین خیلی مهم است و به خاطر دسترسی به اطلاعات یک کاشیوه ها و میکانیزم در روی دست گرفته شوه تا بتانیم حداقل کمیسیون دسترسی به اطلاعات ایجاد شده مستقل. متاسفانه بازم ما دو روز قبل برنامه کلان داشتیم که خیلی شکایات از عدم دسترسی و محدودیت دسترسی به اطلاعات بسیار گفته می شد. به نظر من تامین امنیت و مسئولیت نهادهای کشفی قبل از وقوع حادثه باید جلوی همچون حادثات بگیرن که خدای نخواسته باز در اونجا قربانی صورت بگیرن. ممنون از حضورتان خانم نگزاد در برنامه ما. سلامت.